درود محمد تماسبی هستم توی این قسمت از گرداتش میخوام در مورد چیزی که قولش داده بودم در مورد صحبت بکنم صحبت بکنم در واقع میخوام نتیجه دوره سی روزه کارنیور محزم رو با شما در میان بگذارم سیزه ژانویه این چالش رو شروع کردم به جز یکی روز که خراب بود تولد دعوت باشم همه روزهای اون ماه رو به جز گوشت گاف حالا چه شرخ شده چه راسته به صورت استیک و نمک و آب و همچنین حالا الکترولایت چیزی نخوردم و خب نتیجه که گرفتم این بود که خب میدونی که همیشه کارنیور بودم ولی خب اگر جایی میرفتم من محدودش کرده بودم به همین یه دونه مهمونی ولی اگر که مثلا بیرون میرفتم با کسی چیزی به هم تعارف میکردن معمولا دست رد به سینه یه کسی نمی زدم مثلا اگر وعده ای رو درست کرده بودن اگر چیز شیرین رو تعارف میکردن خب واقعا تونم این چیزا رو بخورم ولی اگر که وعده ای رو درست میکردن من نه نمیگفتم پس خیلی مواظب بودم که این چالش رو رایت بکنم به جز اون رو یک روزی رو که از قبل برنامه ریزی شده بود دیگه برنامه رو برای غذا خوردن با کسی نگذارم که یک وقت از چارچوب رژیمی خودم خارج نشم حالا میخوام نتایج رو باهاتون در میان بگذارم اینکه می... ب... چیزی که متوجه شدم بیشتر نتایج از همین تقلب نکردن ها و از این از کادر بیرون نزدن ها میاد همین که ما چیزهای مزر رو چیزهای پر از قند رو حذف بکنیم و چیزهایی رو که اون مواد گیاهی رو که سموم دفاعی بالایی دارن حذف بکنیم کافی است اما بهتر جمع نبندم بهتره برای خودم بگم برای بعضی ها خب درجات بیشتری رو باید حذف بکنن ولی برای من مثلا چیزی که میخواستم ببینم که اثر بیشتری داره آیا حذف کره یا نه واقعا اثری رو مشاهده نکردم و اتفاقا با کره بهتر هم هست چون که وقتی که تخم رو میخوردم و این مرغ رو توی کره سرخ میکردم یه مقدار چربی بیشتری وارد غذای من میشد و انرژی بیشتری رو به هم میداد و اگر هم چیزی رو درست بکنم و روی اون کره آب بکنم معمولا برای استک نیاز نیست و توی اون ماه هم فقط استک میخوردم ولی مثلا اگر که ماهی چیزی درست میکنم بهش کره اضافه بکنم اون چربی افسوده توی ورزش به من کمک میکنه که انرژی بیشتری هم داشته باشم و کره از اون محدود لبنیاتی هست که من مسئله باهاش ندارم خیلی از لبنیات خیلی هم مزهشون رو دوست دارم ولی یه مقدار زیاد بخورم معدم به هم میریزه مثلا نسبت به پنیرها خوبه مثل موزارلا و اینها ولی اگر این پنیر مثلا مثل اون پنیرهای روزانه بود توی ایران مثل اون پنیر باشه برای من مشکل ایجاد میکنه به هر حال اونها قند بالاتری هم دارن که توی رژیمایی که تو کارنیور معمولا مصرف نمیشن ماست ها و همچنین حتی ماست کفیر برای من اینکه زیاد بخورم باعث میشه که خیلی زود بهشون واکنش نشون بدم ولی کره چیزی هست که عدم حضورش حس میشد و ایزن تخم مرغ که حالا بهشون میپردازم یکی از چالش هایی که فکر میکردم چالش بزرگی باشه خب چالش چای حذف چای و قهوه بود خب کسایی هم که کامنت گذاشته بودن زیر ویدیو یا بهم پیام داده بودن میگفتن که بدون چای و اینها نمیشه و حتی بعضی ها هم علاقه شده بودن میخواستن همین چالش رو با من در پیش بگیرن و ورژن با چای و قهوش رو با چای یا قهوهش رو در پیش گرفتن که اون هم به حال بسته به فرد میتونه جواب خوبی بده برای خودم حسب چای و قهوه یه تجربه خیلی نوی بود و تجربه خوبی هم بود کلا دوره های خیلی زیادی رو بدون قهوه امتحان کردم و رابطه من با قهوه خیلی فرق کرده قبلا واقعا بهش محت... معتاد بودم خیلی راحتم بهش معتاد می شدم. ولی الان مثلا امروز من قهوه خوردم ولی روز قبلش نخوردم روز قبلش خوردم اینجوری هست که میتونم یک روز بخورم حتی مثلا دو سه روز بخورم ولی روز بعد نخورم قبلا روز سوم حالا نهایتا خیلی قهوه خوبی میخوردم و قهوه با کیفیتی میخوردم روز چهارم پنجم منو معتادش میکرد و اگر روز ششم نمیخوردم سرم درد میگرفت اکثر اوقاتم همون روز چهارم ولی الان رابطه خوبی دارم و روزهایی هم که قهوه نمیخورم احساس آرامشی رو دارم و قهوه رابطه با هاش یه جوری همچنان نامنطقی هست یه حسی هست که به هم میده هر از گاهی و یکم اون حس رو دوست دارم و همیشه هم اون حس رو دوست ندارم این چیز عجیبش هست و روزهایی که حالا میگم که حتما نباید بخورم و نمیخورم وقتی که ساعتی از روز میگذره میبینم که چقدر اون احساس آرامش رو توی همه بدنم احساس میکنم و خوب بود که یک ماه کامل به جز حال اون یک روز قهوه هم نخوردم و چای هم نخوردم و این هم تاثیر جالبی داشت یکیشو در واقع پیش بینی کرده بودم اینکه چون که وقتی که چایی میخوردم احساس گرسنگی میکردم و پیش این رو میکردم که اگر این رو حذف بکنم سیری ماناتری هم از پیش خواهم داشت و باعث میشد که تعادل بیشتری داشته باشم انرژی بیشتری داشته باشم چون که هم الکترولایت کمتری از دست میدادم و همین که من رو گرسنه نمیکرد و خب حذفش خوب بود یه روزایی بخورم جالبه حس جالبی داره یعنی قهوه و چای رو اینجوری بهشون فکر نمی کنم که کلا حذفشون بکنم ولی حذف کردنشون تجربه جالبی بود این یکی از حذفایی بود که به من کمک کرد استراحت ب... بهتر استراحت میکنم که از چیزهای چایی همین بود که خب منو از خواب بیدار نمیکرد که برم دستشویی و خواب نامنقطع تری داشتم و این هم نکته خوبی بود یکم چالش به نظر می اومد اما تصورشم برام سخت نیست که دوره هایی رو بدون چای یا قهوه یا چای یا قهوه بگذرونم و همچنین آب هم یه مزه جالبی میداد وقتی که دلم میکشید که وقتی که حس میکردم جای چایی خالی هست جای قهوه خالی هست رفتم سراغ لیوانم آب میریختم داخلش و اون آبه واسم یه حس جالبی داشت و آب واسم خوشمزه تر شد و همون شاید حس حال حالا اگر قهوه رو نه حس حال رو به هم میداد اون انرژی افزایی رو به هم میداد و یه چیزی که در مورد دندون ها احساس کردم هم سلامت دندون خب وقتی که چیز گیاهی بخورم حتی اگر قندی هم نداشته باشه بعضن مشکلات رو ایجاد میکنه بین دندون هم گیر میکنه و اینها ولی آه... حالا اگر قندی نباشه بوی رو ایجاد نمیکنه و تلخی رو ایجاد نمیکنه ولی اگر که مثلا یه, کم... یه جایی مهمونی باشم و چیزایی رو بخورم که قند داره که کربوهیدرات بالایی داره اینها تاثیر بسیار بزرگی رو میذاشتن و چیز جالبی که توی این دوره احساس کردم این بود که من یه دستگاهی دارم که با آب بین دندون ها رو تمیز میکنه و واقعا به جز این به هیچ چیز دیگه نیاز نداشتم توی این مدت یعنی فقط داشتم دندونم رو با آب میشستم و در واقع یه جوری یه نخ دندان آبی هست یه واتر جت هست یه جت آبی هست که از بین دندون ها میگذره و من واقعا بدون... به جز آب به چیزی نیاز داشتم برای شستن دندون ها. و حقیقتش رو هم بخوا... بخواید شبایی رو بود که حتی بدون شستن دندون ها میخوابیدم و صبح هم بدون احساس هیچ تلخی و اینها بیدار... در دهانم بیدار میشدم و این هم تجربه جالب بود که البته بعدا چیزهای دیگه ای رو هم میگم در مورد چیزهایی که تغییر دادم و این تجربه تلخی رو حذف میکنه و همین که هیچ چیز خطایی وارد غذای من نمیشد باعث شد که دندون هم مراقبت از دندون هم بسیار ساده تر بشه همچنین خب رنگ دندون هم از اینکه مدام تحت حجوم قهوه نبود از این حیث هم بهره هایی برد این یک ماه که قرار بود جز گوشت گاو و نمک و آب چیزی نخورم جالب بود که وقتی که از کنار قفسه موقعی سرخ شده که میدونستم به حال توی روغن های سرخ کردنی هم سرخ شدن و این روغن های سرخ کردنی رو داره توی ظرف های پلاستیکی هستن حرارت میبینن توی همون ظرف های پلاستیکی هستن با وجود اینکه علاقه ای به مرغ ندارم نه اینکه اونو بد مزه میدونم هر از گاهی هم شاید مخصوصا وقتی که به صورت جوجه روی زغال سرخ میشه خیلی هم دوست دارم و حالا یه بخشش هم اون بخش محفلشه اما خب میدونید که اکثر غذای من گوشت گاف هست خیلی به ندرت پیش میاد که واقعا مرغ بخورم آخرین بار که مرغ خورده بودم هم همین تابستون شاید بوده واقعا بعد از اون یادم نمیاد که مرغی خورده باشم توی تابستونم یه جایی دعوت بودیم برای باربیکیو که اونجا بود که مرغ آماده کردم و روی آدیش کباب کردیم و خوردیم ولی خب جالبه که از کنار قفس مرغ که رد میشدم دلم میکشید که حوث مرغ میکردم نه این جالب بود ولی خب تا الانم یعنی بعد از اون که اون سی هم تموم شد کل این علاقه به مرغ رفت و همچنین علاقه به ماهی پیدا کردم گفتم که وقتی که یه چیزی رو حسب میکنی ممکنه یه مقدار حوث متقابلا پیش بیاد برای در قبال اون چیز همین تجربه رخ داد که ماهی رو من هیچ وقت خوشمزه نمیدیدم خوشمزه حس نمی کردم خوشمزه در نمی آفتم. اما تو این یک ماه برام جالب شده بود و دوست داشتم که ماهی بخورم اما توی همون دوره یه دستگاه ایرفرایر گرفتم یه سرخ کنه بدون روغن که با حرارت فقط یه منبع حرارت هست و یه فن که حرارت رو یه پنکی که این حرارت رو گسترش میده و این دستگاه مزایای خیلی زیادی داره میشه یه جلسه کامل در مورد صحبت بکنم ولی یکی از تجربه‌های خیلی جالبی که داشتم بعد از همین دوره که تموم شد یه بار توی اون ماهی سرخ کردم و واقعا خیلی خوشمزه شد و اینقدر خوشمزه شد که شاید هفته دو سه بارم میخورم با, با وجودی که قبلا شاید ماهی یک بار اینها میخوردم اون هم حالا وقتی, کم، وقتی هم که میخوردم میگفتم همچین آش دهن سوزی هم نبود اما خیلی برای من ماهی خوشمزه شد و روی اون هم کره آب میکنم و اون خب در مورد کره هم گفتم و همین الان هم که دارم این رو ضبط میکنم قبل از این هم باز من همون ماهی رو درست کردم و دمای 175 درجه به مدت 25 دقیقه انواع ماهی رو توی این تبخ میکنم و واقعا چیز فوق العاده ای میشه خلاص اینکه این ایر فرایر خیلی تجربه من رو با ماهی عوض کرده حالا مرغم داخلش سرخ بکنم شاید مرغم به همون خوشمزه که باسم شد ولی در کل مرغ گوشتشان چنان کیفیتی نداره ماهی هم ماهی کیفیت خوبی داره و از حالا که داره به سایزش و اینکه توی چه دریایی توی چه آر یافته باشه از خوبیش آگاه بودم ولی رغبتی بهش نداشتم این ایر باز شده که رغبت خیلی زیادی بهش پیدا بکنم و همین که گفتم قبل از همین زبط هم ماهی درست کردم و جاتون خالی ماهی خوردم و خیلی عالی میده همین که گفته بودم بازیابی یا بهبودی پس از تمرین برای من که از چیزایی بود که خیلی دنبالش بودم که میخواستم ببینم چه تغییری میکنه چیزی که بود توی ورزش انرژی زیادی رو احساس می کردم. مجبور بودم غذایی بیشتری رو بخورم چون که یه سری چربی ها که از کره به دست می اومد، از یه منبع ساده و ارزان مثل تخم مرغ به دست می اومد، در اختیارم نبود مجبور بودم که گوشت بیشتری بخورم اما عملکرد خیلی خوبی داشتم یکم زیادی عمل کردم خوب بود دوتا تا کلاس پیاپی جوجیتسو و بوکس رو میرفتم پشت سر هم فکر میکنم همون دوران بود که اصلا بوکس رو شروع کردم باز شروع کردم توی این باشگاه باش جدید البته با یک مربی جدید و عملکرد خیلی خوبی داشتم همچنین من دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه هر روز اینها رو کلاس داشتم کم هم نمی آوردم تا اینکه مریض شدم در تماس فرده بودم که سرما خورده بود حالا به حال تستش منفی بود ولی یه سرماخوردگی مختصری خوردم که برای من این یه مقدار زیاد هست چون که توی نوامبر هم یه سرماخوردگی خیلی قوی خوردم واقعا تجربه نکرده بودم توی این مدت زیاد توی مدت خیلی زیادی یه یه هفتهی طول کشید تا بازیابی کامل پیدا بکنم و بتونم دوباره مثلا ورزش بکنم دقیق یک هفته طول کشید خب آزاردهنده بود به حال ولی به حدی هم نبود که بخوام حتی از کار مرخصی بگیرم و خب این مقدار بیمار شدن زیادی هست برای من که هم توی نوامبر هم توی ژانویه بیمار شدم در صورتی که با اینکه بارها در مورد این گفتم که وقتی که من که تو رو شروع کرده بودم و همچنین دوش آب سر رو شروع کرده بودم و عوامل مختلف اصلا یک بار و نیم بیشتر سرما نخوردم ولی توی این مدت کوتاه خیلی یک سرماخوردگی خیلی شدید و یک سرماخوردگی خفیف خوردم که جای واکاوی داره به هر حال عوامل مختلفی بودن اینکه حالا فصلی هست که نور خورشید کمتری هست و خب همین جورم که میدونید جایی زندگی میکنم که خورشید پشتش به ماست این همیشه این عامل بوده و ویتامین دی رو مصرف میکنم برای همین و از سطح ویتامین دی خودم آگاهی ندارم یه تست هم دادم که به دکتر هم گفتم که ویتامین دی رو توش لحاظ بکنه ولی گفت که اون جز اون چیزایی نیست که بیمه تحت پوشش میده برای یه آزمایش پایه گفتیم خب باشه این شد که از مقدار ویتامین دی خودم آگاهی ندارم توی این مدت ولی نشانه هایی رو احساس میکنم که احتمالا سطح ویتامین دی من الان پایین هست یکیش همین دوتا بیماری که بود یه دونه کیت هم توی سوپرمارکت دیدم که این کیت خونگی اندازگیری ویتامین دی بود که واقعا خیلی ناگویا بود من نفهمیدم که زیاد از حد ویتا ویتامین دی دارم به اندازه ویتامین دی دارم یا کمتر از حد و خب مقادیری هم که روش بود خیلی مقادیر گویایی نبود برای من مهم این هست که از 35 بالا باشه ولی اگر که از 30 بالا بود اون رو کافی در نظر میگرفت و... رنگ هایی رو و حال نشون میداد که این رنگ ها خیلی گویا نبودن و هر چقدر از نزدیک از دور بهش نگاه کردم زیر نورهای مختلف بهش نگاه کردم متوجه نشدم و باید یه وقتی رو بذارم یک آزمایش ویتامین دی درست حسابه بدم و همچنین یه بخش دیگه ای که احساس میکنم ویتامین دی پایین دارم یک هفته ای که اصف کار میکردم و نمیتونستم باشگاه برم و خب تنها رابطه من با دنیای بیرون گویا همین باشگاه هست همین خرید که میکنم به حال اون تعامل آنچنانی با دیگران نیست برای باشگاه ورزش رزمی درست این تعامل این هست که شما دارید همدیگر رو میزنید ولی یک تعامل با یک انسان دیگه است و همین تاثیر خوبی داره به هر حال توی مودتون و وقتی که من از کار باشم اون کلاس ها رو نمیتونم برم مگر اینکه شیشونیم صبح برم و این مشکل رو و خب نمیتونستم پیشونی صبح برم واقعا میتونستم شاید اگر که قهوه می بود ولی خب نبود اینم حالا یه دفاع از قهوه و خلاص اینکه نتونستم برم و شدیدن احساس ناراحتی و احساس منظورم اینه که احساس افسردگی میکردم به خاطر اینکه حالا همون هم از من گرفته شده بود و خب درست این عوامل بیرونی تاثیر داره ولی این میزان از ناراحتی و این میزان از احساس توی روی مود خوب نبودن میخوام فارسی بگم ولی به حال مود هم فارسی نیست روی مود خوب نبودن هم شدتش زیاد بود و به نظرم اینها نشون میده که سطح ویتامین دی پایینی داره همچنین یکی دیگه از چیزایی که توی سلامتم هم تاثیر داشته و توی بیمار نشدنم دوش آب سرد مکرری بود که میگرفتم که یه مدت هست که وقت افتاده و به اون نظم قبل اون رو دنبال نمی کنم که اگر ویدیوهای من رو دنبال کرده باشید همین دقیقا بعد از یه هفته یا شاید چند روز یکی دو روز بعد از پایان این دوره کارنیوار محض بود که رفتم برای اولین بار دوباره شنای زمستانی و خب خیلی خوبم بود که خیلی روز خوبی هم بود آفتابی بود یه مقدار و خوبی که اون روز شروع کردم چون که دیگه هم آنچنان آفتابی بعد از اون مشاهده نشد مخصوصا روزای تعطیلات که میتونستم شنای زمستانی برم و امیدواریم که اینها بهتر بشه و با, با گرمتر شدن هوا هم امیدواریم و اینکه خورشید روی خوشی به ما نشون بده و این همه پشتش به ما نباشه امیدوارم که این بهبود پیدا بکنه البته دور از ذهن نیست که میتونه ترکیبی از اینها باشه و همچنین یادم زمانی که بیمار شدم حالا بجز اینکه در تماس با فرد آلوده بودم عامل دیگه هم این بود که همون روزها به خاطر کار و اینها و یه تغییر توی شیفت کاریم باز شد که خواب مناسبی نداشته باشم و یه سری اتفاقاتی که افتاده روی خواب من تاثیر گذاشت یه سری بحث ها بعد اینها عامل هایی بودن که تاثیر گذاشتن و میتونه مجموعی از این عوامل باشه ولی چیزی که بیشتر از همه به نظر من جای بحث داره اینه که من باید ویتامین سطح ویتامین دی خودم رو بررسی بکنم و احتمال خیلی زیاد پایین هست و چیزی که در آخر میگم اما از اهمیتش کم نمیکنه تو خمخ هست قبل از اینکه چالش رو هم شروع کنم گفته بودم که حسب تو چالش هست چون که هم ارزان هست و هم بسیار مغزی برای من که هیچ مشکل با سفیده تو خمق نداشتم هیچ حساسیت با تو نداشتم همچنین به خاطر اون چربی چربی اضافی هم که باهاش میاد یعنی اون کرهی که تو رو توی اون سرخ میکردم هم منبع مهمی از پروتئین بود و هم منبع مهمی از انرژی در قالب چربی که حالا حذف اون باعث میشد من هزینه بیشتری رو متحمل بشم به خاطر خوردن حالا استیک بیشتر یا گوشت چرخ شده بیشتر که گوشت چرخ شده واقعا اون مزه خوب رو نداشت که اصلا به پای استیک که نمیرسه و تخم واقعا چیز خوشمزه ای است ولی خب گوشت چرخ شده اون کیفیت رو نداشت و چیزی بود که با قدرت به رژیم هم دوباره اضافش کردم چون که نبودش واقعا حس می شد خب این نتیجه چالش سی روزه من بود از این به بعد هم تقریبا چیزی نزدیک به همون دنبال خواهم کرد اما با بیشتر و خطعا اما ماهی بیشتر که جدیدن کشفش کردم و این مزه خوب از ماهی رو کشف کردم حتما پیشنهاد میکنم اینجور ماهی رو درست کردن توی ایرفرایر اگر دسترسی دارین و شاید هم کلن آشپز خوبی هستین اصلا نیازی به ایرفرایر هم ندارین و همینجوری ماهیتون خوشمزه میشه امیدوارم با اینکه در این قسمت فقط از تجربه فردی خودم داشتم میگفتم نتایجی هم برای شما داشته باشه و مطالبی رو هم برای شما باز بکنه اگر شما هم این چالش رو دنبال کردید نتیجه شما من در میون بگذارید و بگید چه نتیجه هایی گرفتید و پس از اون چه چیزی رو تغییر خواهید داد و چه چیزی رو تغییر نخواهید داد مثلا تخمه ما چیزی هست که من تغییر نخواهم داد و تا دیدار دیگر بدرود امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبت به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن همچنین اکانت پیپل من و کیو کد کود بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.